چون از افق براید انوار صبح صادق بر شاخ گل سراید وصف جمال صادق تن پیکر فضائل جان گوهر معانی دل منبع عنایات رخ مطلع شباره بر سینه اوست آیات حق و بیدا گنجینهٔ کمالات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكرون الامل <applause> امام صادق علیه السلام فرمودند تمام موجودات حتی ماهیان دریا و پرندگان در آسمان برای طالب علم از خدای متعال طلب مغفرت می نماید بهار الانوار جلد یک صفحه 173 این جعفری را بگزین که در مندان درمان خیش جوید از این طبیب حاضر مولا امام ساده مولا امام شبکه یه که امام صادق علیه السلام مولا امام صادق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجني من ظلمات الواه وأكرمني بنور الفاه اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین سخن در شرایط متعاقدین بود کمال و اختیار رو خوندیم رسیدیم به قصد متعاقدین باید اون چرا که تلفظ میکنن قصد معنای اون رو هم داشته باشن فلو اوقعه الغافل او نائم اول هازل لغا اگر شخص خوابی به تو و اشترای تو بگه یا شخص غافلی بگه یا شخصی به شوخی بگه به تو این لغوه و نقل و انتقالی با این الفاظ صورت نمیگیره چون شخص غافل و نائم و حاضل فقط لفظ رو گفتن و معنا رو قصد نکردن و الله اجازه الاجازه اگرچه بعد از اینکه از خواب بیدار شد به او گفتیم شما در خواب گفتی به تو کتابی اونم بگه باشه من راضی هستم به اون بی فایده ای نداره باید دوباره به تو رو بگه لعدم القصد الى اللفظ اصلا چون اصلا لفظ رو قصد نکرده مکره در جلسه قبلی لفظ رو قصد کرده بود معنا رو قصد نکرده بود اما انسان نائم یا غافل اصلا لفظ رو قصد نکرده و به ما مشکل الفرق ایشون به غافل و نائم اشکال نمی کنه میگه بله واقعا کسی که غافله یعنی این لفظ از دهنش در رفته نمیخواسته بگه یا نائمه بله لفظ رو قصد نکرده اما شخص حاضر لفظ رو قصد کرده درسته به شوهی گفته به تو لفظ رو قصد کرده ولی معنا رو قصد نکرده پس حاضر مثل مکرهه اگر بعد از اینکه لفظ رو گفت جدی شد و معنا رو هم اجازه داد باید بگیم بی صحیحه به همون علتی که در بی مکره بعد از رفع کراهت قائل به صحت شدیم و رو به ما اشکل الفرق اینم اشکله است بعضی ها اشکله میخورن درست نیست اشکله و اشکل فعل لازمه و رو به ما اشکل الفرق و فعل حاضل این که ما بین حاضل و مکره فرق بذاریم محل اشکال من ظهور الی اللفظ اون واقعا شخصی که شوخی میکنه لفظ و قصد کرده معنا رو قصد نکرده من حیث کونی عاقلا مختارم عاقل و مختارم که بوده عاقل و مختار لفظی رو که میگه لفظ و قصد میکنه و این تخلف قصد و مدلوله فقط اونچه که وجود نداره قصد مدلوله خب اونم با رضایت بعدی حاصل میشه و الحق المصنف و بزالک مصنف در کتاب های گفته غافل و نائم و حاضل و مکرهی که حتی لفظ رو هم قصد نکرده یعنی مصنف مکره رو دو قسم کرده مکرهی که لفظ رو قصد کرده معنا رو قصد نکرده یا مکرهی که اصلا لفظ رو هم قصد نکرده یعنی اینقدر اکراه شدید بوده که حتی لفظ رو هم بدون اختیار گفته از روی اختیار نگفته مصنف ملحق کرده است به به همین غافل و نائم مکرهی را که به نحوی اکراه شده که یرتفع و قسطو اصلا حتی قصد لفظ رو هم نکرده فلا یو افرفیه ار فیه متعقب این چنین مکرهی که حتی لفظ رو هم بدون اختیار گفته اگر بعدنم راضی بشه فایده ای نداره مثل غافل و مثل شخص مسته و هوه حسن ایشون میگه حرف مصنف درسته به شرطی که فرضش صحیح باشه آیا ما داریم اکراهی که باعث بشه مکره حتی در گفتن لفظ هم بی اختیار بشه یا نداریم اگر چنین اکراهی وجود داره میشه کسی رو جوری مجبور کرد که حتی لفظ را هم بی اختیار بگه قبول ولی بعیده مکره نمیتونه کاری کنه که اختیار زبان مکره رو هم در کنترل خودش بگیره فان الظاهر من معنا و هو حسن المعا تحقق الاکراه به ازل معنا اگر اکراه به این معنا اکراه به اینکه کنترل زبان رو هم از اختیار اون مکره خارج کنه محقق باشه فا این ظاهر من معنا در حالی که ظاهر از معنای اکراه اینه که حمل المکره للمکره, للمکره علی الفعل مکره مکره رو بر انجام کار مجبور کنه حالا چرا مجبور میکنه به خاطر خوفن علی نفسه کاری میکنه که اون مکره بر جان خودش بترسه یا مافی حکمه بر جان اطرافیان بر مالش بترسه مع ما حضور عقلی و تمییزه اما نمیتونه عقل و تم قوه تمییز او رو از بین ببره که او حتی در گفتن لفظ هم بی اختیار باشه بله اگه فرضش سعی باشه ما حکم مصنف رو قبول داریم و علم چند مورد رو قبلا اشاره کردیم که بی مکره در مواردی صحیح شرعن ولو اینکه رضایت بعدی هم ملحق نشه موارد خوبی رو میشماره اینجا پنج مورد که البته هر کدوم به یکی از کتاب های فقی رب داره توضیحش در جای خودش ولی اشارتا به او اشاره میکنیم و علم ان بیع المکره انما او موقوفا و معوقوعهی او... به غیر حق بیع مکره وقتی موقوفه بر رضایت و اجازه بعدیه که به غیر حق واقع شده باشه اگر شخصی رو به ناحق بر بیعی یا شرایی مجبور کنن وقتی سعیه که بعدا راضی بشه اگر رضایت بعدی ملحق نشه این بی صحیح نیست اما اگر اکراه به حقن باشه یعنی مکره شرعن حق داشته که اون شخص رو مجبور کنه اینجا بی صحیح هست ولو این که ابدا و هیچ وقت اون مکره به این بی راضی نشه حالا موارد اکراه به حق و برمیشماره و من سم مجازه بیع اوفی مواضع اکسیرا به همین جد بی مکره جایزه است یعنی نافذ است یعنی صحیح است در موارد زیادی یک من اجبره الحاکم علا به ماله گاهی حاکم شخصی را مجبور میکند بر فروختن اموالش میگه باید این خونه تو بفروشی باید این ماشین تو بفروشی چرا مجبورش میکنه لوفاء دینه طرف بدهکاره بدهیشو نمیده اموالی هم داره که با فروختن اون اموال میشه بدهیش ادا بشه ولی اون اموال نمیفروشه حاکم او رو مجبور میکنه به بی و این بی هم صحیحه ولو اینکه هیچ وقت این طرف این مکره به اون بی راضی نشه یا نفقت واجب نفقه مورد دوم کسی هست که اموالی داره میتونه اون اموال رو بفروشه و نفقه واجب نفقه رو بده ولی این کار رو نمیکنه حاکم او رو مجبور میکنه به بی اموال تا بتونه نفقه واجب و نفقه رو پرداخت کنه سوم تقویم العبد علا معتق نصیبهی منه در کتاب ال ات مطرح میشه که اگر شخصی نصیب خودش از عبد رو بفروشه یا آزاد کنه مثلا من و شما یک عبدی رو به نحو مشترک خریدیم هر کدوم نصف این عبد سهم ماست من سهم خودم رو آزاد کردم چون بنای شر بر آزادی عبده این قاعده کلیه اگر مقداری از عبد آزاد شد باید زمینه برای آزادی کل عبد فراهم بشه اینجا من سهم خودم رو آزاد کردم پس نصف عبد آزاد شد حالا باید زمینه برای آزادی نصف دیگر هم فراهم بشه خب چیکار میکنیم؟ حاکم این معتق رو مجبور میکنه که اون نصف دیگر را هم از شریک بخر و او را هم آزاد کن تا کل عبد آزاد بشه تقویم العبد یعنی قیمت گذاری میکنیم عبد را علیه معتق نصیب هیمن علیه اون کسی که آزاد کرده نصیب خودش از اون عبد رو میگم آقا این عبد این نصف دیگرش اینقدر قیمت داره یا الله این قیمت رو بده و عبد رو از شریکت بخر و نصف دیگر رو هم آزاد کن نباید عبد یا عبد باید عبد باشه یا کلش آزاد باشه این که نصف و نیمه عبد و هر باشه در شر جایز نیست که جزئیات در کتاب العتق و بقیه مباحث خواهید خون و فکهی من الرق لیرثه مورد دیگر اینه که اگر شخصی از دنیا رفت و فقط یک وارث داره مثلا یک فرزند داره و اون فرزندم عبده در کتاب ارث ان شاء خواهید خودی که از موانع ارث رقیته یعنی عبد ارث نمیبره خب یعنی چه یعنی اگر شخصی مرد و چند تا فرزند داره یکی از اون فرزندان عبد و بقیه حرم ارثش به فرزندان حر میرسه به اون فرزند عبد نصیبی از ارث نمیرسه اما فرض اینه که تنها وارث او عبده یعنی وارث دیگه وجود نداره اینجا عبد هم مال غیره اینجا حاکم مالک عبد را مجبور میکنه که عبد را به حاکم یا به بیت المال بفروشه بعدا حاکم این عبد رو آزاد میکنه تا عبد بتواند ارث ببرد البته قیمت عبد رو از همون ترکه میده یعنی مثلا قیمت عبد اگه یک میلیونه اما ترکه می ده میلیونه یک میلیون از این ده میلیون رو به مالک عبد میده و حتی اگه مالک عبد رازی نیست به زور این عبد رو از مالک میخره تا این عبد بتونه نه میلیون باقی رو به ارث ببره فک هیمه نرق مواردی که میخوایم فک کنیم یعنی رها و آزاد کنیم عبد رو از عبودیت تا ارث ببره خب لازمه آزادی اینه که اول عبد رو از مالکش بخریم اگه مالکم راضی نبود به اجبار از او میخریم و این بیع اجباری در این مورد صحیحه مورد بعدی و ازا اسلم عبد و ازا اسلم عبد اگر شخصی عبد کافری بوده خودش هم کافر بوده اشکال نداره کافر میتواند از در شرعی مالک کافر باشه اگر عبد شخص کافر مسلمان شد از باب این که لن یجعل علال م... من... یج الله للکافرین على المؤمنين و سبیلا و کافر نمیتونه مالک عبد باشه اینجا کا... حاکم کافر رو مجبور میکنه به فروختن عبدش به شخص مسلمانی یا اوشتراه و سوقنا اگر ابتداعا این عبد مسلمان قبلا ملک کافر نبوده کافر میره بازار مسلمین و عبد مسلمانی رو میخره اینجا دو قول وجود داره آیا کافر اصلا میتواند عبد مسلمان رو بخرد یا نمیتواند ای میگن اصلا کافر نمیتواند عبد مسلمان رو بخره حاکه نمیتونه که اصلا مالک نشده اما ادهی میگن نه میتواند بخرد و مالک میشود اما حاکم بعد از مالکیت او را مجبور به فروش میکند مواردی از موارد فروش اجباری است او جایی که اشترا یعنی اشترا کافر هو عبد مسلمان را و سوقنا و ما هم این اشترا رو جایز دونستیم چون اگه جایز ندونستیم که دیگه منتفی به انتفاع موضوع میشه مورد بعدی اشترا المصحف اگر کافری قرآن رو بخره حاکم کافر رو مجبور میکنه به فروختن اون قرآن به شخص مسلمان بنابر قولی که کافر مالک مصحف نمیشه و مصحف عجل اینه که تحت ملک کافری ادامه پیدا کنه که انشالله در بیع المصحف خواهیم خون و بیع الهیوان ازمتن امالکو من القیام به حق نفقته اگر کسی گاوی گوسفندی اسبی داره ولی نفقه او رو نمیده غذای کافی به او نمیده رسیدگی او رو نمیکنه که این گوسفند یا حیوان در معرض تلف واقع شده اینجا حاکم میگه یا باید نفقه این گوسفند رو بدی یا اینکه این, این گوسفند رو باید بفروشی پس اگه مالک راضی به رسیدگی به گوسفند نشد مجبورش میکنن به فروش گوسفند به شخصی که از این گوسفند یا این حیوان به نحو مطلوب نگهداری کنه به حیوان ازمتن و من القیام به حق نفقته اگر مالک اون حیوان از قیام به حق نفقه اون حیوان امتنا کنه حاکم او رو مجبور به فروش حیوانش میکنه و تعام اندل مخمسه در قهتی مخمسه یعنی قهتی در قهت سالی شخصی در معرض تلفه میره به شخصی میگه این تعام تو این آب تو من بفروش من باید استفاده کنم و الا تلف میشم مالک آب و غذا میگه من نمیفروشم اینجا به زور حق داره این کسی که در مزد خطره به زور پول بذاره تو دخل او و تعام رو برداره ولو این که مالک تعام راضی نیست اندل المخمسه میتونه تعام رو به زور بخره کی میخره؟ یشتریه خائف و تلف خائف تلف کسی که خوف تلف داره و میبینه طرف تعامش رو با اختیار در اختیاری قرار نمیده به زور تعام رو میگیره و پول رو میده و از تعام استفاده میکنه ول محتکر دیگر موردی که بیع اجباری شرع نافذه بیع محتکر محتکر یعنی مال احتکار شده که احکامش بعدا انشاءالله خواهد آمد اگر محتکر راضی به فروختن مال احتکار شده نباشه حاکم او رو مجبور به فروش میکنه ولو راضی نباشه بعدنم راضی نشه این بی صحیحه مع عدم وجود غیره و احتیاج الناس الی حاکم البته در صورتی حق داره محتکر رو مجبور کنه که غیر او وجود نداره یعنی تنها کسی که این برنج داره در بازار اینه مردم نمیتونن برن از جای دیگه برنج تهیه کنن و در صورتی که مردم هم به این برنج و این تعام نیاز دارند و نحو ذالک الحمدلله موارد خیلی زیادی و خوبی شمرد شاید بیش از ده مورد رو شمرد اگر در لابلای فقه جستجو کنید موارد دیگه برمیخورید که شرعاً بیع مکره نافذه ولو اینکه متعقب به رضای مالک نباشه بحث بعدی یشترت و فلزوم الملک اگر میخواد بیع لازم باشه بیع لازم یعنی بیعی که ملکیت کامل در این صورت بگیره و جز با خیارات قابل فسخ نباشه بیع لازم وقتیه که مالک جنس خودش رو به طرف بفروشه یعنی مالک مسمن و مالک سمن یعنی اون کسی که میگه به تو مالک مسمن و کالا باشه اون, ک... اون کسی که میگه اشترای تو مالک سمن و عوض باشه لذا بی فضولی گرچه اصلش صحیحه ولی مفید لزوم نیست یعنی اگر من مال شما رو بدون اذن و رضایت شما به شخصی بفروشم الان من به تو را میگم ولی به تو رو روی مالی میگم که مالک اون مال نیستم اینجا ادعی میگفتن بیع فضولی باطل اصلا خب اگه باطله که هیچ یعنی حتی اگه بعدا مالک هم اجازه بده فایده ای نداره باید دوباره عقد خونده بشه اما مشهور میگن بیع فضولی من اصله باطل نیست بلکه متوقف است بر اذن و اجازه مالک اگر مالک با خبر شد و دید معامله پرسودی بوده و اجازه داد عقد و بیش صحیحه و نیاز به خوندن عقد جدید نیز اگر مالک رد کرد عقد باطل هست و یشترت و فلزوم الملک الملک من البائع و لما ینقله من العوض هر یک از بایع و مشتری مالک باشن این لام لام تقویته ما مفعول ملکه مالک باشن اون چرا که نقل میدهد او را از عوض یعنی بایه مالک مسمن و مشتری مالک سمن باشه چون سمن عوض مسمنه و مسمن هم عوض سمن خب اگر هم مالک نیست بعدا مالک اجازه بده او اجازت المالک پس آقد یا باید مالک باشه یا باید اجازه مالک بعدا به اون عقد ملحق بشه فبدونهی یقع العقد موقوفا علا اجازت المالک اگر حین عقد اون عقد مالک نیست اذن از طرف مالک رو هم نداره مثلا وکیل مالک نیست این عقد میشه عقد موقوف نه عقد باطل عقد موقوف یعنی عقدی که متوقف است بر چی؟ بر اجازه مالک لا باطل من اصل الا اشهر القولین یه قول میگه اصلا اگر در حین عقد عاقد نه مالک باشد و نه مجاز از طرف مالک عقد باطله اجازه بعدی هم مؤثر نیست اما بنابر قول اشهر نه عقد باطل نیست بلکه متوقف است بر اجازه بعدی اجازه اومد عقد صحیحه اجازه نیومد عقد باطله و هیه بحث مهمی که دقت بیشتری این میطلبه اینه که آیا اجازه بعدی کاشف از صحت است یا ناقله اصطلاح میگن اجازه آیا کاشف است یا ناقل یعنی چه یعنی اگر من به شما گوسفند آقای زید را بدون اجازه و اذن و رضایت او به شما فروختم بعد از یک ماه زید با خبر شد که گوسفندش توسط من به شما فروخته شده و دید نه به قیمت خوبی فروختم گفت اجستو البته وقتی اجازه میده نه اینکه فضولی مالک قیمت بشه قیمت به ملکیت همون مالک اصلی در میاد فضولی صرفا یه واسطه ای بوده در خوندن عقد اگر گفت اجستو اختلافه آیا از هینی که میگه اجستو تازه ملکیت محقق میشه یعنی از حالا به بعد اون مشتری مالک گوسفنده یا نه؟ این اجستو کاشف از این است که مشتری از هین عقد مالک بوده؟ کسانی که میگن اجازه کاشفه میگن اون اجازه یک ماه بعد کاشف از اینه که یک ماه قبل نقل و انتقال صورت گرفته اونایی که میگن ناقله میگن نه اجازه یک ماه بعد تازه از یک ماه بعد نقل و انتقال رو صورت میده خب سمرش هم واضحه در نما واضح میشه اگر این گوسفند در این یک ماه بچه ای زایید یا بگیم یک سال که کاملا در گوسفندی که ما فروختیم باردار نبوده به نحو فضولی هم فروخته شده بعد از یک سال مالک با خبر میشه و اجازه میده اگه در طول این یک سال گوسفند باردار شده و بچه زایده اگر بگیم اجازه کاشفه خب این بچه مال مشتریه اما بگیم اجازه ناقله چون وقتی که تو این یک سال وقتی گوسفند باردار شده و وقتی که بچه زاییده در ملک هنوز بایه قبلی بوده گوسفند از هین اجازه به ملک مشتری در میاد اما بچه گوسفند ملک همون مالک قبلی و اون مجیز و اجازه دهنده است و هی اجل اجازه تو من المالک اون اجازه ای که بعدا از مالک ملحق میشه کاشفتون ان صحت العقد نظرشون اینه که اجازه کاشف از صحت عقد از هین عقده من هین وقوع لا ناقلتون لها من هینه نه اینکه این اجازه ناقل باشه از هین اجازه نه این کاشف از اینه که از هین عقد نقل و انتقال صورت گرفته نه اینکه داله بر اینه که از هین اجازه تازه نقل و انتقال صورت میگیره چرا دلیلی میارن که شاید خیلی هم قانع کننده نباشه شاید دلیل اون ها قوی تر باشه لان السبب ناقل للملک هو العقد تنها سببی که ناقل ملکه باعث نقل و انتقال عقد بیعه خب اون عقد کی واقع شده یک سال قبل یک شرطی رو فاقد بوده اجازه و رضایت مالک اون شرط که آمد اون عقد یک سال قبل اثر خودش رو میذاره این اجازه جزء سبب نیست این اجازه فقط شرط تأثیر اون سبب کامله سبب تنها و تنها عقده خب عقدم یک سال پیش واقع شده الان یک شرطی رو مفقود بود شرط که اومد همون عقد یک سال پیش تاثیر خودش رو میذاره تبعا متوجه شدید که دلیل ناقلین چیه ناقلین میگن نه عقد علت تامه نیست عقد جزئی از سببه اجازه هم جزئی دیگر و سبب تا تمام اجزایش کامل نشه تاثیر خودش رو نمیذاره کی اجزایش کامل شد یک سال بعد پس از یک سال بعد نقل و انتقال صورت میگیره دلیل کاشفی، کاشفیون لان نسبب ناقل للملک هو العقد المشروط به شرایط عقدی که با شرایطش محقق بشه سبب نقل ملکی و کلها کانت حاصله همه شرایط حاصل بود جز یک شرط الا رز المالک به نظر الا رضا المالک صحیح نباشه الا رز المالک مقصور نه ممدود فقط رضایت مالک مفقود بود خب فاذا حصل الشرط وقتی با اجازه یک سال بعد اون شرط رضایتم حاصل شد عمل سبب و تام اون سبب تامی که عقد بود عمل میکنه عملش رو عمل عقد چیه؟ نقل و انتقال لعموم الامر بالوفاء فل بالعقود چون در شهر ما گفتیم اوفو بالعقود عقد باید وفا بشه عقدم یک سال پیش واقع شده اگر ما تاثیر. عقد و وفای به عقد رو متوقف کنیم بر اجازه یک سال بعد این دیگه وفای به عقد نیست وفای به عقد و اجازه هست فلو توقف العقد و امر آخر اگر عقد متوقف باشه بر امر دیگر امر دیگر همین اجازه مالکه الله الا یکون الوفاء بالعقد خاصه در نتیجه ما وفای به عقد نکردیم بلکه هو مع الاخر وفای به عقد همراه با اجازه کردیم و وجه ثانی اما وجه قول به ناقله بودن اجازه که وجه خوبی هم به نظر میرسه توقف و تاثیر علی بابا عقد متوقف از تاثیرش بر اجازه که انه عقد جزئی از سببه و اجازه جزء دیگر و سبب تا تمام اجزایش کامل نشه تأثیر خودش رو نمیذاره فکانه یعنی فکانه این اجازه حالا به معنی اذن میگیریم تا مذکر بودنش درست در بیاد فکان الاذنو که جزء سبب مانند جزء سبب حاصل آن که کاشفیون معتقدن که اجازه شرط تأثیر سبب تامه که عقد باشه اما ناقلیون معتقدن که اجازه شرط نیست بلکه جزئی از سببه که جزء دیگر همون عقد یک سال پیش باشه آیا سمره هم داره این اختلاف؟ بله و تظهر الفائدت و فن ما اگر در این یک سال این کالا رشدی کرده باشه سمره ای داده باشه حاصل و منفعتی داده باشه اون منفعت بعد از اجازه مالکیه فا این جعلناها کاشفه اگر اجازه را کاشفه قرار بدیم فن المنفصل المتخلل و بین العقد و الاجازت الحاصل من المبی للمشتری اون نمایی که فاصله شده بین عقد و اجازه اون نمایی که بین عقد و اجازه حاصل شده حاصل از شده؟ حاصل از مبی شده این مبی جوری بوده که نما مثل گوسفند بچه زایده درخت مثلا میوه کرده للمشتری برای مشتری چرا چون اجازه میگه این گوسفند از یک سال پیش به ملک تو منتقل شده پس بچه گوسفند از گوسفندی که ملک توست به دنیا اومده خب بچه گوسفند مال کسیه که مالک گوسفنده و فرض اینه که مالک گوسفند بعد از اجازه معلوم شد که از هین عقب مشتریه نما و سمن المعینم للباعه طبعا وقتی نما مبی مال مشتری بود نما سمنم مال بایه اما ولو جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز اگر بگیم نه بابا تو این یک سال اصلا گوسفند به ملکیت مشتری در نیومده بوده از حالا که مالک اصلی اجازه میده از حالا به ملکیت مشتری در میاد پس اون بچه ای که از این گوسفند متولد شده از گوسفندی متولد شده که ملک بایع بوده طبعا بچه مال بایعه فقط این گوسفند بعد از اجازه به ملکیت مشتری منتقل میشه و این جعلناها اگر اجازه را ناقله فرض کنیم که قول خلاف مشهور و خلاف شهید اول بود فهما للمالک المجیز یعنی هما یعنی سمن و نمای سمن و نمای مبی مال مالکه نه اینکه نمای مبی مال مشتری باشه و نه اینکه نمای سمن مال بایه باشه البته دو طرف ادله ای دارن و ان در مکاسب خواهیم خوند که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علی ببینه هر دو طرف ادله ای دارن قائل به قول سالسی میشه قائل به کشف حکمی چیزی بین کاشف بودن و ناقله بودن که انشالله اونجا مفصل همین بحثی که ما در چند دقیقه خوندیم یا کمتر از نیم صفحه اینجا بود در بیش از ده ها صفحه در مکاسب در بارش صحبت میشه انشالله فردا به بحث سمع ان العقد خواهیم پرداخت و الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم اصول فقه رشته علمی درباره نحوه و روش استدلال فقهی و رسیدن به احکام شرعی معتبر است در این علم به این بحث پرداخته می شود که روش صحیح دستیابی به احکام فقهی با استفاده از منابع شرعی کدام است و چگونه می توان از منابع فقهی احکام شرعی را استنباط نمود در واقع اصول فقه مقدمه و ابزار دانش فقه است کتاب اصول الفقه تعلیف مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا مظفر یکی از کتاب‌های ارزشمند اصولی است که در حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی تدریس می‌گردد این کتاب در بردارنده قواعد و اصولی است که اساس بحث در عصر حاضر بوده و سزاوار است طالبان علم با مطالعه این کتاب آماده ورود به درسهای عالی گردند سبحان الله العظيم وبحمد سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوه الا بالله العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقيه الله في الاراضين واللعن على اعدائهم الى يوم الدين المبحث الاول التحسين والتقبيح العقليان مقدمه تمام شد بحث در مستقلات عقليه است گفتيم ستو مبحث رو اینجا برای شما بحث میکنیم مبحث, مبحث اول این افعال به خودی خود متصف به حسن و قبح میشه یعنی ما کار خوب و کار بد داریم اصلا یا کار خوب و بد اصلا نداریم بعد ببینیم خدا چه کاری رو گفته خوب و چه کاری رو گفته بد و الا خود به خود هیچ فعلی نه خوب است و نه بد دعوا تو این مبحث با اشعری هاست عدلیه از یه طرف اشعری از یه طرف اشاعر منکر حسن قبح و قبح هستند و عدلیه حسن و قبح را قبول دارند برای اینکه معلوم بشه دقیقا نزاع کجاست باید برای شما شرح بدیم جناب آقای مزفر تخصصش این مباحثه هر کسی بر اساس تخصصش اون کتاب رو توسعه میده مثلا اون عالمی که در علم حدیث و روایت خیلی قویه کتابی رو که می نویسه تا به روایت میرسه واقعا قوی وارد بحث میشه کسی که در علم رجال قویه کتابی رو که مینویسه به بحث رجالی میرسه قوی شرح میده جناب آقای مظفر همه جهت خوبه ولی تو مباحث منطقی بسیار ید طولا داره کتاب منطق مظفر جز کتاب های درسی است و حتما تو برنامه های دوره های قبل کاملا خوندید لذا الان که میرسه به این مباحث ولو مربوط به علم کلام همونطور که گفتیم اما ریشه در علم منطق داره اصلا علم کلامی که از مقدمات و مبادی مهمش علم منطقه حالا علم اصول خیلی نیاز به علم منطق نداره مثل علم کلام ولی باز هم بی نیاز نیست خصوصا این مبحث بحث ملازمات عقلیه اشاعره میگن ما حسن قبح عقلی را قبول نداریم عدلی میگن بله حسن و قبح عقلی رو در قبول داریم یعنی افعال حسن و قبح دارد به حسب ذاتش اجازه بدید اگرچه از علم و اصول خارج میشیم اما برای شما اینو شرح بدیم چون هم مهمه همین که جزء مبادیه یعنی ما در علم و اصول بهش نیاز داریم کلمه مبادی شما رو حتما یاده موضوع علم و اصول میندازه موضوع علم و اصول تعریف علم و اصول غایت از علم و اصول یعنی همین هایی که در مقدمه کتاب برای شما گفته شد ما مسائل داریم و مبادی مسائل موضوعاتش موضوع علم رو تشکیل میده مبادی اون مباحثی است و اون علومی هست که ما برای فهم مسائل علم و اصول بهش نیاز داریم یکی از مبادی علم و اصول بحث اصنقوب عقلیه که جاش تو علم کلامه اما چون در علم اصول بهش نیاز داریم مجبور هستیم لا اقل یه مقدار اینجا توضیح بدیم یه مثال از غیر مباحث خودمون براتون بیارم تا مبادی بیشتر روشن بشه تو بحث قبله در فقه ما یه مقداری نیاز پیدا کنیم به علم نجوم یعنی آشنایی ولو آشنایی اجمالی با بحث علم نجوم باید داشته باشیم حالا یه وقتی من به عنوان فهم یک کتاب میخوام بخونم خیلی تخصصی لازم نیست بدونم اما فقیهی که میخواد فتوا بده حتما باید استدلالی مباحث علم نجوم را اون مقدارشو که در بحث قبله بهش نیاز داره بلد بشه مراجعه کنه یاد بگیره با دلیل میشه از مبادی علم علم فقه اما یکی از مقدماتش میشه بحث علم نجوم نه همه علم و نجوم با وسعتش اون مقدارش که برای بحث قبله بهش نیاز داره خب بحث اول حالا که مجبوریم وارد جزئیات بحث بشیم تا معلوم بشه نزاع ما با اشعری ها کجاست مبحث اول رو خدمتون تقدیم میکنیم یعنی الان وارد بحث حسن و قبح شدیم از تا مبحث تو مبحث اول چند تا مطلب بعد روشن بشه مطلب اول حسن و قبحی که محل نزاع و دعوا بین عدلیه و اشعری ها هست معناش چیه؟ مگه چند تا معنا داره؟ اقلا سه تا معنا دو تا معناش محل نزاع نیست معنای سوم محل نزاعه مگه میشه یک کلمه چند تا معنا داشته باشه؟ حسن و قبح یا خوبه یا بده مثلا عدل خوبه ظلم بده که سه تا معنا نداره یه معنا بیشتر نداره حسن یعنی خوب حسن یعنی خوب قبیح یعنی بعد مگه غیر از اینم معنا داره بله معنای اول حسن نقوب وقتی شما مراجعه به استعمالات عرف میکنید استعمالات در کتاب های مختلف میکنید میبینید حسن نقوب را به معنای ملائمت با نفس و عدم ملائمت با نفس به معنای کمال و نقصان استفاده کردن این دوتا معنا محل نزاع بین ما و اشعری ها نیست کدوم دو تا معنا حسن یعنی کمال نفس قبیح یعنی نقصان نفس حسن یعنی ملائم با طبع قبیح یعنی منافی با طبع پس کدوم معنا محل نزاع دعواست معنای سوم حسن یعنی اون کاری که سزاوار است انجام شود قبیح یعنی اون کاری که سزاوار است انجام نشود و ترک شود ها رفتیم سراغ انجام دادن و انجام ندادن و تکلیف اون معنای سوم اونه که ما سرش با اشعری ها اختلاف و نزاع داریم اما معنای اول و معنای دوم رو اشعری ها قبول دارن حکم عقل است و عقل درکش میکنه یعنی عقل درک میکند که این کار حسن است یعنی چی یعنی کمال نفس است این کار قبیح است یعنی نقصان نفس است مثلا شجاعت عقل درک میکنه ملکه شجاعت کمال برای انسانه آدم ترسو صفت ترس نقصانه برای یک انسان عقل انسان درک میکنه که یک باغ زیبا حسن است یک منظره زشت قبیح مثلا پر از زباله این قبیحه این حسن باغ زیبا چون ملائم با طبع انسانه یک گل خوشبو انسان لذت میبره اما منظره که زباله جمع شده باشه این نفس انسان ازش مشمعز میشه منافی با طبع انسانه اونی که ملائم با طبع میگیم حسن اونی که منافی با طبع میگیم قبیح هست یا نیست؟ میگیم عجب منظره خوبی عجب منظره بدی حسن و قبیح استفاده شد در کجا؟ در جایی که به معنای ملائمت و عدم ملائمت به معنای کمال و نقصانه حالا این دوتا معنا را که محل نزاع نیست این مقدار با مثال شرح بدیم تا برسیم به معنای سومی که محل نزاع عبارت رو ببینید المبحث الاول بحث اول التحسین و التقبیح العقلیان گفتیم کلمه تحسین و حسن تقبیح و قبیح شما رو به مشکل نندازه تحسین مصدر باب تفعیل حسن سلاسی مجرد معنا یکیه وقتی من میگم این کار خوب است تحسینش کردم و اون عمل حسن است وقتی من میگم این کار بد است تقبیحش کردم پس اون عمل دارای قبح است قبح تقبیح حسن تحسین از یک ماده این دوتا عقلی حسن و قبح هر وقت به کار برده شد یعنی حرف عقل آیا شرع نمیتونه بگه حسن و قبیح چرا؟ تو روایات هم شما کلمه حسن و قبیح رو پیدا می کنید اما استعمال عقل است یعنی وقتی می یک آدمی که فنیه و آشنای با اصطلاحات هست حکم عقل رو بیان کنه نسبت به افعال کلمه حسن و قبح رو به کار میبره التحسین و التقبیح العقلیان اختلف الناس فی حسن الافعال و قبحها مردم با هم اختلاف دارن چرا گفتیم ناس نگفتیم علما چون این بحث خیلی لازمی حتما تخصص داشته باشید شما از یه بقال هم سوال بکنید میبینید با هم دیگه اختلاف دارن ممکنه یکیشون بیاد بگه آقا شما تا خودت نگی این خوبه هیچکس کس نمیگه خوبه شما باید بگی این خوبه تا بگن خوب یکی دیگه میاد میگه نه خوب خوبه چه من بگم چه من نگم میشه دو تا نظریه اختلاف الناس فی حسن الافعال و قبحها هل انهما عقلیانه او شرعیانه؟ آیا حسن و قبح افعال عقلیان هر دو یا شرعیان؟ به معنا ان الحاکم به ما هل هو العقل او الشرع آیا حاکم به حسن و قبح عقل است؟ یا شرع است یعنی عقل درک میکند ولو شرع نگه یا تا شارع نگه عقل درکش نمیکنه حالا یواشاش روشن میشه مثلا بقال میگه ماستورش خوب نیست اینکه دیگه لازم نیست شارع بگه من درکش میکنم میگیم به این معنا محل اختلاف و نزاع نیست به کدوم معنا محل اختلاف و نزاع به معنای سوم فقالت الاشاعره وارد نزاع بشیم اشاعره میگن لا حکم للعقل فی حسن الافعال و قبحها اینجا دیگه عبارت آسونه مقدار تر بخونم عقل حکمی ندارد نه در این که بگوید این افعال حسن است و نه در این که بگوید این افعال قبیح است و لیس الحسن و القبح عائدین الى امر حقیقی حسن و قبح بر نمیگرده اشاعره دارن میگن به یک امر حقیقی امر حقیقی یعنی یه واقعیت خارجی یعنی یه واقعیت خارجی نداریم که داره عقل ازش کشف میکنه ببینید آتش داغ است حرارت آتش یه واقعیت عقل داره کشفش میکنه نه اینکه چون عقل میگوید آتش داغ است آتش داغ شد چون عقل میگوید دو زوج است یک فرد است زوج و فرد شد نه واقعا حقیقتا در خارج دو زوج یک فرده حسن اشعری ها میگن اینجوری نیست بر نمیگردد به یک امر و مطلب حقیقی واقعی که حاصل وجود داره فعلا یعنی در خارج کلمه خارجم دیگه تو اصطلاحات فقهی و اصولی دیگه میدونی در خارج یعنی در واقع خارجی یعنی در میدان استعمالات شما نمی یه چیزی واقعا وجود داشته باشه به نام حسن و قبیح قبل ورود بیان شارع قبل از آنی که شارع بگه خوبه یا بده اگه شارع به ما نماز رو یاد نداده بود میتونید شما بگید نماز خوبه یا بده؟ الان میگید نماز خوبه چرا؟ چون شارع گفت خوبه حج خوبه چون شارع گفت خوبه عدل و امانتداری و خدمت به خلق هم. از این طرف همینطوره بدگویی و دروغ و مردم آزاری دزدی هم همینطوره چون شاره گفته اینا خوبه شما میگید خوبه اینا بده اگر برعکس گفته بود برعکس میگفتید بل انما حسنه و شارفه فهو حسن و ما قبحه و شارفه فهو قبیح هرچی او بگه حسنه حسنه هرچی او بگه قبیحه قبیحه ما حق نداریم از جانب عقلمون حرف بزنیم فلو عکسه حالی آشاش مخم ریشه حرفشون رو بزنیم ببینید چی میگن میگن فلا و عکس از شعار القضیه اگه شار قضیه رو برعکس کنه قضیه را یعنی همین جمله این کار خوب است این کار بد است برعکسش کنه یعنی چی یعنی اونی که خوبه بگه بد اونی که بده بگه خوب فلا و عکس از شعار القضیه فحسن ما قبحه حسن کند آن را که قبیح میدونست و قبح ما حسنه قبیح کند آن را که حسن میدونست لم یکن ممتنعن محال نیست آتیشو بگی سرده محاله چون یه امر واقعی حقیقیه اما بگی امانت داری بده محال نیست بعضی از علما کتاب نوشتن جالبه در علم اخلاق صفات رو آوردن مثلا حسد تا شما حسن رو میشنوید میگید بده حسد خب بده دیگه میگه حسد خوب حسد بد حسد کجاها خوبه حسد کجاها بده پس خودش حسد خوب و بد نیست ببینیم کجا خدا گفته خوبه میگیم خوبه هر جا گفته بده میگیم بده دروغ خوب دروغ بد فعلا خیلی حرف داریم اینجا ان تا آخرش بیاید نگید این کلماتی که دارم میگم درسته پس حق با اشاعر است اینا با هم قاطی کردن مثال ها دونه دونه باید با هم اه... کنار هم گذاشته بشه تا فرقشون با هم روشن بشه بله حرفای من اینجا درسته اینایی که دارم میگم واقعیت داره اما اونی که اشعری نفهمیده کجاست انشالله کم کم معلوم خواهد شد میگن پس حسن اونی که شعره بگه حسنه پس اگه فرداش اومد گفت قبیحه قبیح ممتنع نیست محال نیست و انقلب الامر مطلب برعکس میشه فصار القبیح و حسنن قبیح میشه حسن و الحسن تا امروز امانتداری خوب بود از حالا به بعد دیگه امانتداری نکنید اسلام به شما گفته بود از حالا از امروز باید حواستون به این باشه که مردم حسن زن داشته باشید حسن زن خوبه حالا یه اتفاقاتی افتاد جامعه ریخته به هم و بدی ها زیاد شده که تو روایت هم هست روایت میگه که حسن زن بده خوبم نیست کی گفته حسن زن خوبه پس کی کی به شما میگه خوب یا بد را؟ بله شارع شارع که به شما میگه حسن زن کجاها خوبه کجاها بده اگر شارع نمیگفت من و شما متوجه نمیشدیم پس همونی که گفته خوبه حالا میاد به شما میگه بده ممتنعه نه فقط ممتنع نیست واقع هم شده و مثل اول که مثال زدن برای این مطلب به نسخه من الحرمه الی الوجوب و من الوجوب الى الحرم گفتن ببینید در شهر یه چیزایی واجبه بعد شاره میگه از این به بعد دیگه حرامه یه چیزایی حرامه شوهر میاد میگه از این به بعد واجبه کلمه نسخ خیلی استفاده نداره در به عقیده ما خیلی از احکام نسخ نشده نسخ یعنی مدتش تا اینجا بود برداشته شد مثلا تو قرآن داره که شبهای ماه رمضان مقاربت و ارتباط زناشویی حرام بود در شبهای ماه رمضان روز که حرام بود روزه بودن شبها هم حرام بود این حکم از اول برای یک سال برای یک ماه رمضان جعل شده بود بعد از آنی که اینها نتونستن ید خودداری کنن و به گناه افتادن این حکم برداشته شد و قرار شد که شبهای ماه رمضان دیگه این عمل حرام نباشه خب پس اول این عمل حرام بود یعنی قبیح بود ولی همونی که قبیح بود و حرام بود از حالا دیگه به بعد قبیح نیست چه بسا واجب هم بشه و حرمتش برداشته بشه حسن قبیح شد قبیح حسن شد چه اشکالی داره این حرف اشعری ها و مثل و مثال زدن اشعری ها لذالکه برای این انقلاب به نسخه من الحرمه الی الوجوب نسخ می شود یه چیزی که حرامه میشه واجب و من الوجوب الی الحرمه یه چیزی که واجبه میشه حرام خیلی مثال نداریم برای این من مثال خارجی براتون زدم تا ببینید مثلا نماز جمعه نماز جمعه در زمان حضور امام علیه السلام واجب بود اما در زمان غیبت بعضی فتوا دادن که حرامه پس در زمان امام بودن حضور امام علیه السلام حسنون اما در زمان غیبت قبیحون برداشته شد پس میشه و قالت العدلیه عدلیه گفتن مقابل اشعریه رو گفتیم میگن عدلیه یعنی امامیه یعنی ماها در اعتقادات به ما میگن عدلیه چرا؟ چون عدل را قبول داریم اشاعر عدل رو منکر شدن میگن چیزی به نام عدل نداریم عدل یعنی حسن نقوب هست پس عدل اختزام می کند بر اساس حسن بگوید بله بر اساس قبح بگوید نه مؤمن رو ببره بهشت کافر رو ببره جهنم نخیر همش اتفاقی نمیفته قیامت دست خودشه هر کاری بخواد بکنه میکنه نمیتونید شما بگید باید این چنین باشد ما میگیم نخیر باید هست چون خدا عادل است عدل او اختزام می کند که مؤمن به بهشت برود و کافر به جهنم میدونید اگه عدل نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی هر اتفاقی ممکنه قیامت بیفته چقدر نقض غرض میشه این همه انبیا این همه زحمت اونچه که باید در مؤمن از ایمان قوی و استوار بوده باشه متزلزل میشه لذاست میبینید اونایی که در خونه اهل بیت نیستن و عقیدهشون عقیده اشعریه عمل درشون ضعیفه نگاه نکنید نماز رو و سیاهی لشکر نماز را واقع عمل و ایمان متاسفانه نیست شاهدش هم اتفاقاتی است که در وقتهای حساس و در فتنه ها متاسفانه میفته که کمم نیست بگذاریم و قالت العدلیه عدلیه چی میگن؟ میگن ان للافعال قیما ذاتیه افعال به خودی خود دارای قیمت و بهایی است خود افعال قیمت داره خود کردار ما قیمت داره این کار خوبه این کار بده نیاز نیست شارع بگه قیما ذاتیتا عند العقل مع قطع النظر عن حکم شاره قطع نظر از حکم شاره چون عبارت آسونه دیگه خیلی شرح ندم فمنها یعنی بعضی از افعال ما هو حسن فی نفسه خودش فی حد نفسه حسنه حالا مثال خواهیم زد و منها بعضی از افعال ما هو ما هو قبیح فی نفسه فی حد ذاته خودش قبیحه و منها بعض از افعال ما هم هست ما لیس له هادان الوصفان نمیتونیم بگیم حسنه نمیتونیم بگیم قبیحه به خودی خود نه حسنه نه قبیه مثل آب خوردن مثل راه رفتن همش دارم قدم میزنم نه به یه هدفی نه برای کار خوبی یا کار بدی این نه حسنه نه قبیحه. و شارع لا یامر الا بما هو حسن این معنای عدله عدلیه میگن شارع امر نمی کند مگر به اون کاری که حسن است ولا لا ینها نهی نمی کند الا اما هو قبیح یعنی چی یعنی چون غیبت بده شارع نهی کرد نه چون نهی کرد شد بد شارع به خدمت به مردم چون حسن بود امر کرد نه چون امر کرد حسن شد و شارع لا یأمر الا بما هو حسن ذاتا و لا ینها الا اما هو قبیح ذاتا خب مثال فصدق فی نفسی حسن راستگویی در حد ذات خود کار خوبی است و لحسنه و لام کسره میخواد یعنی به خاطر و به خاطر حسنش و خوبیش امر الله تعالی به خدا به صدق و راستگویی امر کرد فرمود راستگو باشید لا انه امر الله تعالی به فصار حسنا نه اینکه انه یعنی خدا امر فرمود لا انه زمیر شن بهتره لا انهو یعنی شن چنین است امر الله تعالی به امر فرمود خدای تعالی بهی یعنی به صدق و راستی فصار حسنا چون امر کرد شد حسن والكذب فی نفسه قبیح دروغگویی فی حد ذات کار بدیه و که چون کار بدیه نه الله تعالی عنه خدا ازش نهی فرموده لا انه نها عنه فصار قبیحا نه اینکه انه یعنی خدای تبارک و تعالی اینجا دیگه انه رو به خدا برگردونیم نها عنه نه فرمود از کذب و دروغ چون نه کرد فصار قبیحا قبیح شد نه عزیز من به خاطر امر و نهی خدا نیست خودش فی حد ذات خوب و بده بر اساس خوبی و بدیش امر و نهی به او رسید هادا خلاصت و این. این خلاصه ای دوتا نظریه بود آیا همینقدر بسه؟ نه آقا و اعتقد و فکر میکنم عدم اتزاح رأی طرف این به هادا بیان. بعضی چیزا رو تا شرح ندادی آسونه وقتی شرح میدی تازه مشکل میشه آقا چرا بر خودت مشکل درست میکنی؟ مجبورم چرا مجبورم چون میخوام محل نزاع براتون روشن کنم به این اندازه محل نزاع هنوز روشن نشده من یه جوری ممکنه حرف بزنم نظری اشاعره ثابت بشه شما یه جوری حرف میزنی نظر عدلی ثابت میشه پس پیداست موارد با هم دیگه فرق میکنه موارد رو برای ما روشن کنید تا بفهمیم کجا محل نزاعه و در محل نزاع حق با کیه اعتقد و عدم اتزاح رأی طرفین به بیان با این مقدار بیان واضح نشد نظریه دو طرف ولا تزال نقطون غامضتون هنوز نقطه هایی هست قامز پوشیده پیچیده فی البحث در بحث هاست نقبه عقلی اذا لم ها به وضوحن اگه برای شما این نقطه ها را به صورت واضح بیان نکنیم لا نستطیع، نخواهیم توانست ان نحکم لاحد طرفین حکم کنید حکم کنیم به سوی یکی از دو طرف که بگیم حق با عدلی است یا حق با اشعری هاست که عرض کردم یه جوری من حرف میزنم میگید حق با اشعری است یه لحظه بعدش یه جور دیگه صحبت میکنم شما میگید حق با عدلی است تو حرف هم, هم تقریبا متوجه شدید چرا؟ چون صورت های مسئله مختلفه اونی که محل نزاعه او باید معلوم بشه و هو امرون ضروریون چون که نیاز به توضیح داره باید توضیح داده بشه و این توضیح لازم و ضروریه چون بحث حسن قبح عقلی از مبادی بحث علم اصوله و هو امر ضروری بحث حسن قبح این بحث ما یه بحث ضروریه مقدمتا للمسئله و هو امر ضروری مقدمتا للمسئله اصولیه از باب مقدمه برای اینکه روشن شود مسئله اصولیه کدوم مسئله اصولیه ایشالا در بحث حجیت حجج و همچنین اینجا در بحث ملازمه ما بعد براتون روشن بکنیم که آیا ملازمه هست یا نیست اگه حسن قب ثابت نشه که ملازمه پیش نمیاد حجیت حکم قق... 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 قطعی عقل پیدا نمیشه در مقصد سوم همه اینها مبتنی بر این مسئله است پس می شود از مبادی مقدمتا للمساله الاصولیه این از یه طرف و ولتوقف وجوب المعرفه علی متوقف است متوقف است وجوب المعرفه علیه شما اگه میخواید معرفت پیدا بکنید این معرفتی که واجب است ولتوقف وجوب المعرفه یعنی المعرفت الواجب علیه علی این مبحث مقداری از معرفت بحث عدلیه با اشعری ها یه مبحث کوچیکی نیست یه مسئله اصولیه حالا روشن بشه یا روشن نشه نه انقدر این مسئله مهمه که نه فقط در ما فی به عنوان مقدمه در مسئله اعتقادی هم تأثیر داره ببینید عبارتش رو معنا کردم و لتوقف وجوب المعرفت علی یعنی لتوقف المعرفت الواجبه اضافه صفت به موصوف یعنی المعرفه صفت موصوف وجوب صفتشه و لتوقف المعرفت الواجبه علی یعنی بر این بحث جور دیگه هم میتونیم معنی بکنیم چی میخوایم بگیم اصلا کار مسئله اعتقادی و معرفت نداریم ولی توقف وجوب المعرفه یعنی اگر شما میخواد معرفت پیدا کنید به بحث که آیا حق با اشعریه یا با عدلی از تو ما نحنو فیه واجب است که این مبحث را یاد بگیرید ولی توقف وجوب المعرفت علیهم فلا بده معنی اول نزدیکتر به واقع یعنی اگر میخواید معرفت پیدا کنید یجبو این مبحث فلا بد من بست البحث حالا که مبحث مبحث واجبیه لا بد چاره ای نیست من بست البحث باز کنیم به با او سعم ما اخذنا علا انفسنا بیشتر از اونی که ما بر خودمون لازم کردیم ما اخذنا علا انفسنا اخذنا یعنی بر خودمون لازم کردیم بر خودمون گرفتیم وظیفه دانستیم که چکار کنیم من الاختصار من, ب... من بیانی است که مختصر در این کتاب بحث کنیم که اصول خیلی بزرگ نشه مختصر خواسته بفرماد و انقدر زیاد شده اگه میخواستن متول بگن دیگه چقدر میشد میگه چون بنامون بر اختصاره باید کم بگیم اما اینجا مجبورم دست از اختصار بردارم بیشتر از اونی که بر خودم لازم می دونستم که اختصار بود الان اینجا انجام بدم فلا بد من بسط البحث به اوسع مما اخذنا على انفسنا من الاختصار في هذا الكتاب یه خورده بیشتر بگم چرا لاهمیت هذا موضوع چون بحث اس نقاب عقلی خیلی مهمه من جهت از یه طرف و عدم اعطائه حق اولا مهمه دوما عدم اعطائه حق داده نشده است به این موضوع و به این بحث حقش من التنقیح بازم من بیانی است یعنی از توضیح حق توضیح در این مسئله ادا نشده فی اکثر الکتب الکلامیه هم در کتب کلامی که این بحث مال اونجاست ول اصولی هم کتاب کتابای اصولی که میخوان ازش نتیجه بگیرن یه اشاره کردن و رد شدن من جهت اخرى بنابراین مجبوریم برای شما بازش بکنیم یادتون هستی شبیه بیارم بحث مشتق که آیا ظهور دارد کلمه مشتق در من طلب بس یا اعم وقتی مطلب بسم نیست این مشتق در رو به کار میره یا نمیره ممکنه یه کسی بگه خب مشتق وقتی میگن زارب زارب تا زمانی که میزنه وقتی نمیزنه که ایش نمیگن زارب میگم خب قبول یکی دیگه میاد میگه نه نجار وقتی هم چوب دستش نیست و چکش دستش نیست میگن نجار یا نمیگن پس لازم نیست مطلب بس باشه دو تا مثال شد کدوماش درسته زمانی درسته که مثل جناب آقای مظفر علما زحمت کشیدن این بزرگوار زحمت کشیدن مثال ها رو از هم تفکیک کردن و محل نزاع در مشتق رو برای ما روشن کردن که مثل نجار محل نزاع نیست محل نزاع مثل کلمه زاربه که هیچ قرینه نداره که آیا در من تلبسه یا در عم مثلا اینجا هم همینطور باید حتما محل نزاع روشن بشه حالا خواهید دید حسن قبح سه معنا داره یکیش محل نزاعه و اکلفکم قبل الدخول فی هذا البحث اجازه بدید من یه تکلیف برای شما تعیین بکنم قبل از آن که وارد بحث بشم من آقای مظفر شما رو مکلف میکنم به رجوع الی ما حررته فی الجزء الثالث رجوع... رجوع کنید به اون چرا که من نوشتم در جزء ثالث از کتاب منطقم چهار جزئه جزء سوم شو برید مراجعه بکنید از منطق ان القضا المشهورات اون جایی که راجع به قضایای مشهوره برای شما صحبت کردم قضایا رو تقسیم کردم یکی از اقسام قضای قضای مشهورات اونجا برای شما توضیح دادیم که مراد از اون چه که تطابقت علیه آراء العقلا چیه آراء محموده چیه حسن و قبح که از آراء محموده است چیه منظور از این تا برای شما معلوم بشه که این سقرا یعنی حسن و قبح عقلی کجاست که همه قبولش دارن لتستعینو و بهی علامه هنا از اون مباحث اونجا کمک بگیرید برای مباحث اینجا و الان اعقد البحث هنا فی امورن خب الان من برای شما منعقد میکنم میبندم بحث را در چند مطلب برای اینکه قاطی نشه الان بحث ما در مستقلات عقلی است یه مدتی انشالله نسبتا طولانی بحث ما در مستقلات عقلی است بعد از مقدمه وارد شدیم در سه مبحث. الان بحث ما در مبحث اوله یعنی حسن و قبح عقلی که آیا افعال حسن و قبح دارند یا ندارند. برای اینکه مطلب روشن بشه ما باید برای شما چند تا مطلب رو شرح بدیم. مطلب اول معنی الحسن و القبح و تصویر النزاع فیه ما تا این مطالب روشن نشه شما نمیتونید بگید حق با عدلی است یا با معنا مطلب اول معنای حسن و قبح چیه و کدومش محل نزاع تصویر کنیم روشن کنیم برای شما مصور کنیم واضح کنیم برای شما نزاع را در معنای حسن و قبح کدوماش محل نزاع خلاصش ان الحسن و القبح لا استعمالان به مع... یک کلمه میگم ایشالا بقیهش بمونه لا یستعملان به معنا واحد استعمال در یه معنا نمیشن حسن و قبح چند تا معنا دارن بل لهما ثلاث و معانن برای حسن قبح سه معناست فایو هذه المعانی هو موضوع النزاع همش محل نزاعه یا یکیش کدوماش محل نزاعه خب مجبوریم براتون وارد بحث بشیم فنقولو ان جلسه بعد وارد بحثش میشیم فقط یک کلمه کوچیک بین پرانتز میشه یک کلمه چندتا معنا داشته باشه بله تو فارسی هم ما داریم یه کلمه به قرینه ها معناهای مختلفی پیدا میکنه مثلا میگیم قاسم یعنی قسمت کننده قاسم اسم یه شخصیه اما یه کسی اومده داره فرض بکنید چیزی رو بین مردم تقسیم میکنه میگیم آقای قاسم این قاسم نه که اسمش قاسمه تقسیم کننده است پس قاسم دو تا معنا پیدا کرد یه معنا اینجا یه معنا پس میشه یک کلمه چند تا معنا داشته باشه هر کدومش در جای خودش با قرائن خودش حسن و قبح اقلا سه تا معنا میتونه داشته باشه یکیش محل نزاعه ان جلسه بعد خدمتون عرض میکنم و سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الروزت البهیه فی شرح لومت دمشقیه یکی از مهمترین کتب فقهی در حوزه های علمی شیعه می باشد اصل کتاب نوشته شهید محمد ابن جمال الدین مکی عاملی معروف به شهید اول است ترین ویژگی کتاب لمعه آشنایی با یک دوره کامل فقه شیعی است لمعه تنها کتاب درسی مشتمل بر تمام ابواب فقه است که در مدارس علوم دینی تدریس می گردد. در قرن دهم ده مرحوم شهید سانی زین الدین جبعی عاملی شرحی بر آن نگاشته است و از همان تاریخ به عنوان کتاب درسی حوزه های علمیه مطرح گردیده است با این حساب حدود چهار قرن است که طالبان علوم دین از رهگذر این اثر پرقیمت با کلیات دانش فقه آشنا می گردند. این کتاب مجموعه 53 رساله در اواب مختلف فقه است که از تهارت آغاز و بدیات پایان می <applause> بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله علی محمد و الطاهرین بحث ما در استطاعت بود و در مسائل مربوط به استطاعت حج عرض کردیم که چه چیزهایی در استطاعت شرطه و چه چیزهایی در استطاعت شرط نیست در ادامه به مناسبتشون به این مسئله این که حالا آیا حج پیاده مستحب هست یا حج سواره که کسی سوار باشه یا پیاده بره در هر دو طرفش روایت داریم روایت داریم امام مشتبه علیه السلام پیاده 25 مرتبه حج رفتن و از اون طرف هم روایت داریم که پیامبر خدا سواره به حج رفتن مرحوم شهید سانی توضیح میدن به اینکه اینکه این, که این که پیام بر خدا سواره به حج رفتن دلالت بر افضلیت نداره چون روایت هم داریم که تواف را هم پیام بر خدا سواره انجام دادن در یک به موقعیت خاصی سواره تواف انجام دادن و هیچ کسی نگفته که تواف در حالی که سوار باشه شخص مستحبه پس این که پیام بر سوار رفتن دلالتی بر افضلیت نداره نسبت به پیاده روی در پایان ایشون جمع میکنه بین روایات به اینکه ما باید ببینیم تفصیل بدیم به اون جایی که اگر پیاده رفتن موجب ضعف در عبادت نمیشه اینجا پیاده رفتن مستحبه و افضله و اگر پیاده رفتن موجب ضعف و به هر حال از بین رفتن خضوع و خشوع در این سفر معنوی میشه اینجا شخص سواره باشد افضل هستش این مطلب رو تطبیق کنیم تا به بحث جدید برسیم والحج و, و مشین یا ماشین افضل من هرکوبن بهتر است و افضل است از حج سواره الا مع ضعف عن العباده مگر اینکه شخص از عبادت ضعیف باشه فر ضعیف بشه فر رکوب و افضل در این صورت سوار بودن بهتر هست فقط حج الحسن علیه السلام ماشین مرارن امام مشتبه علیه السلام خیلی حج پیاده رفتن قیل انها خمسون و عشرون حجه گفته شده که 25 مرتبه به حج مشرف شدن با همین شرایط قیل عشرون قولی هم به 20 مرتبه آمده این قول رو شیخ در تهذیب روایت کرده و جالب اینجاست که در کتاب دروس به غیر از این قول دیگری رو شهید اول بیان نکرده فقط همین قول 20 مرتبه رو مبنی مبتنی بر این روایت بیان کرده ولی اینجا 25 مرتبه رو عنوان کردن و اشاره هم به اون قوله. قول, دیگه نداشت ول محامل و ساق و بین یدعی در حالی که مرکب ها بدون سوار مقابل حضرت حرکت می کردن که مبادا امام مشتبه رو کسی متهمه به بخل کنه و هر حال دوران دوران خاصی بود دوران معاویه بود دنبال این بودن که خورده بگیرن بر امام مشتبه علیه السلام و السلام که مثلا نستجی رو بالله از روی بخل حضرت پیاده میره که پول خرج نکنه حضرت دستور داده بودند که مرکب ها رو همراه بیارن ولی خودشون سوار نمی شدن و برای تواضع در مسیر زیارت خانه خدا پیاده این سفر را طی می کردن و هو اعلمون به سنت جده او آگاه تر از همه است نسبت به سنت پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام من غیرهی انه اکثر مشقتا خب پیاده روی طبیعتا مشقت بیشتری داره و افضل الاعمال احمزها و هرچه زحمت یک عمل خیری بیشتر باشد ثواب بیشتری داره و قیل الرکوب و افضل مطلقا یه قولی هم آمده که مطلقا رکوب افضل هست حالا چه ضعف باشه چه ضعف نباشه تعصیان به نبی به خاطر تعصی به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فقط حج را او سواره حج انجام دادن خب شهید ثانی اظهار نظر میکنن در رابطه با این روایت قلنا فقط طاف را اگر این چنین هست که صرف سوار شدن پیامبر سوار آمدن پیامبر دلالت بر استحباب میکنه پس اونجایی که پیامبر سوار تواف کردن چرا کسی نگفته تواف مستحب به سواره باشه ولا یقولون به افضلیتهی. کسی نمیگوید به افضل بودن تواف کذالک در حالی که انسان سواره باشد پس توجیه این کار پیامبر چیست فبقی ان فعله وقع صلی الله علیه و آله وقع بیان الجواز این کار پیامبر فقط برای بیان جواز بوده لل افضلیه نه اینکه اون افضل از سوار بودن افضل هست خب پس بنابراین دو تا قول تا اینجا بیان شد عدلش هم بیان شد اظهار نظر شهید سانی و در واقع تفصیلی که ایشون قائل میشه شهید سانی جمع میکنه بین این دو قول و اصلاح به اصطلاح جمع بین ادله میکنه ول اقوا ات تفصیل اقوا تفصیل هست یه تفصیل یعنی در واقع قول سوم که اگر به وسیله پیاده رفتن شخص ضعیف میشه از خود عبادت یا از وصف عبادت در این صورت سوار باشه افضله اما اگر نه پیاده روی موجب ضعفش نمیشه عادت داره به پیاده رفتن و چه بسا به هر حال نشاط او هم کم نشه در این پیاده روی در اینجا پیاده رفتن افضل است و الاقوا التفصیل الجامع بین الادله که این تفصیل جمع بین ادله دو طرف هم میکنه به ضعف عن العباده که ببینیم آیا مود آیا این پیاده روی ما یا این سواره بودن ما فرقی نمیکنه ملاک اینه که اینجا بیان شده ضعف از عبادت که مقصود از عبادت بیانش اینه دعا هست قرائت هست نماز هست و این گونه مسائل یا وصف این دعا که خضوع و خشوع هست باید ببینیم خود دعا یا وصف دعا چگونه است اگر موجب تضعیف در اینها میشه به وسیله پیاده روی خب رکوب افزله اگر موجب ضعف در اینها نمی شود خب اینجا پیاده افضل هستش خب و الحق بعضهم به ضعف کون الحامل له على المش توفیر المال بعضی آمدن گفتن که اگر کسی خرج نمیکنه برای اینکه برای آدم بخیلی هست مستحب برای او که سواره بره تا اینکه این صفت بخل را از خودش دور بکنه یعنی برای او افضل است برای کی برای کسی که پیاده میره نه برای تواضع بلکه هدف او توفیر المال هست که پولی خرج نکرده باشه هزینه کمتری کرده باشه اگر اینطور هست برای پاک کردن لوح دلش از این صفت بخل برای او افضله که به هر حال سواره بیاد و البته این حرف ایشون میگه حرف درستی است و الحق بعضهم به ضعف بعضی ها ملحق کردن به مسئله ضعف در عبادت که ملاک و محور استحباب و افضلیت رکوب یا مش بود که توضیح دادیم ملحق کردن به اون کون الحامل له على المشر اون چه که موجب می شود که این حاجی پیاده برود توفیر المال زیاد شدن اموال هست اگر به این نیت پیاده داره میره سواره بره افضل است چرا لان دفع رذیلت الشحه عن النفس من افضل الطاعات چون دور کردن صفت بخل که شوح شدیدترین حالت بخل هستش از نفس از بهترین تاعات و به هر حال امور حسن هستش این سخن سخن درستیه ولا فرق بین حجت الاسلام و غیرها فرقی هم نیست در حجت الاسلام و غیر حجت الاسلام یعنی این صحبتی که داشتیم اخیرا در افضلیت رکوب یا مشی نسبت به همه حجها هست چه حجت الاسلام چه بقیه حج ها مطلبی که در این جلسه میخوایم در صحبت بکنیم این مطلب که تا حالا خوندیم مربوط به جلسه قبل بود که توضیح توضیحی داده بودیم تطبیقش باقی مونده بود بحث امروز ما درباره این هستش که اگر حاجی در راه از دنیا بره آیا حج به گردن او میمونه یا اینکه حج نیاز نیست دیگه براش انجام بدن این مسئله دو صورت داره یا اینکه حاجی احرام پوشیده و داخل حرم شده یا اینکه داخل حرم نشده این دو صورت مسئله است اگر شخصی احرام پوشیده باشد و وارد محدوده حرم هم شده باشد این دو تا با همه احرام پوشیده و به محدوده حرم امن الهی هم وارد شده ولی اون که هنوز به خود مکه نرسیده ها چون فاصله ای هست بین حرم تا خود خانه خدا اگر این طور باشه اجزه او از او کفایت میکنه و حجش حج مقبولی هست و پذیرفته شده است و نیازی نیست دیگه بعد از او برای او کسی حج به جا بیاره اما اگر که قبل از اون باشه یعنی قبل از احرام یا قبل از ورود به حرم فرقی نمیکنه اینجا باز مسئله دو صورت داره یا حج به گردن او مستقر شده بوده یا اینکه مستقر نشده بوده اگر حج به گردن او مستقر شده بوده یعنی حج براش واجب شده بوده مستطیع بوده باید حج رو به جا آورده در این صورت قضاشو باید انجام بدن حالا هر کجای این مسیر از دنیا رفته باشه چون به به اصطلاح حرم نرسیده در این صورت باید قضا قضای اون حج رو براش به جا بیارن در اینجا یه نکته‌ای بیان میشه قبل از اینکه بقیه تفاصیل در این مسئله گفته بشه و اون مسئله اینه حالا که میخوایم قضا حج رو براش به جا بیاریم از کجا لازم هست آیا لازمه که از شهر خودش از وطن خودش ما یه نفر رو اجیر کنیم به حج بفرستیم یا اینکه نیازی نیست بلکه اگر از خود میقات یک نفر رو بفرستیم براش حج انجام بده کفایت میکنه این دو قول در مسئله داره یک قول این هستش که باید حج بلدی انجام بشه یعنی از خود شهر خودش باید ما یه نفر رو عجیر کنیم تا حج او رو به نیابت از او انجام بده این یک قول در مسئله یه قولم از میقات کفایت میکنه قول دیگر در مسئله اینه حج میقاتیه یعنی از میقات نیاز نیست از شهر خودش باشه هر کدوم اینها ادله خاص خودش رو داره دلیل قول اول چهار تا روایت هست که مضمون اونها به هم نزدیک هستش این چهار تا روایت حکایت از این داره که حج باید از بلد باشه یه روایتش رو برای شما بیان میکنم راوی میگوید سأل تو عبل حسن الرضا علیه السلام عن الرجل یموت سوال کردم از امام رضا علیه السلام و سلام که شخصی از دنیا میرود رود فیوسی بالحج وسیعت می کند به حج البته این روایت مربوط به وسیعت ما بحثی در برای وسیعت نداریم الان بحث ما این هست شخصی قبل از اینکه احرام بپوشد و وارد حرم بشود از دنیا رفته اما حکمش فرقی نمیکنه مانند همین شخصی است که وصیت کرده در حکم با هم مشترک هستن فرقی نمیکنه فیوسی بالحج کسی از دنیا میره حج به گردنش لازم شده مستقر شده وصیت میکنه به حج من عین یو حج و انه. از کجا براش حج انجام میدن قال علا قدر ماله حضرت فرمودن به اندازه اموالی که از او باقی مانده است ان وسعه او ماله من منزله اگر پول او به اندازه ای هست که ما میتونیم از خانه خودش یک نفر رو اجیر کنیم بفرستیم از خانه خودش باید این کار رو بکنیم از شهر خودش و این لم یا سعه ماله من منزلهی فمینال کوفه از خانه اش نمیشه از کوفه فا این لم یا سعه منال فمن فمینال مدینه اگر از کوفه ممکن نیست از مدینه باید یک نائب براش بفرستیم پس خب ببینید اینجا این یک روایت از چهار روایت هست که دلالت داره برای اینکه حج باید حج از بلد باشه اما نظر شهید سانی این نیست شهید سانی معتقد هستن که حج حج میقاتی هست و نیازی نیست از بلد باشه ادله ایشون چیه؟ دلیل اولش اصالت البراعت هست که ما به هر حال حج برای این شخص لازمه شک داریم که آیا اضافه بر میقات از میقات بیشتر چیزی لازم هست برای ایشون یا نه همون حج میقاتی کفایت میکنه بیش از اون ما دلیل روشنی نداریم حالا عرض میکنم نسبت به این روایات نظر ایشون چی هست اما مقدمتا میگن که طی مسیر از بلد تا میقات این دخلی در اصل حج نداره مقدمه ای هست که به هر حال اگر تنها راه حج متوقف باشد بر این طی مسیر از باب مقدمه واجب میشه اما اگر نیازی نباشه که ما این مسیر رو طی بکنیم اصل حج ملاک باشه چنانچه در ما فیه این گونه هست میقات کفایت میکنه و مسیر دخلی در این مسئله نداره خب با این روایات شما چه میکنید؟ ایشون میگویند به این که از این چهار روایت سه روایتش که ضعف سندی داره و روایت دیگر که همین روایتی بود که ما هم خوندیم این روایت هم احتمال این رو داره که مقصود از این اموال مال که بیان شده در روایت پولی هست که خود شخص خود شخصی که از دنیا میخواد بره وصیت کرده مبلغی مشخص کرده که این پولها رو در راه حج برای من مصرف کنید خب اگر پولها بیش از حج میقاتی باشه خب دلالت بر این داره که حج بلدی براش خواسته انجام بشه پس بنابراین این روایت امکان داره همچین معنای ازش اراده شده باشه یا اینکه نه اصلا اینطور بگیم بگیم شواهد و قرائنی بوده مبنی بر اینکه این شخص این شخص موسی که وصیت کرده مقصودش حج بلدی بوده بنابراین در این روایت یک قرینه ای بوده بر حج بلدی نه اینکه به صورت مطلق دلالت بر حج بلدی داشته باشه گذشته از اینکه در همین روایت هم اشتراک وجود داره یعنی اینکه محمد ابن عبدالله که در سند این حدیث هست مشترک هست بین شخصی که سقه هست و شخصی که ضعیف یا مجهول هست پس بنابراین قابل استناد نیست این روایت این هم جوابی هست که از اون روایت ها میده نکات و مطالب ریز دیگری هم هست که انشالله در تطبیق اگر فرصت بود اونها رو خدمت شما بیان میکنم و من مات بعد الاحرام و دخول الحرم کسی که بعد از احرام و بعد از دخول در حرم از دنیا بره این اجزعه و این حجش کافیه و مجزیه ولو این که هنوز هیچ عملی انجام نداده فقط عمل اول رو که احرام هست انجام داده همین کفایت میکنه من مات بعد الاحرام و دخول الحرم او عن الحج این کفایت میکنه او رو از حج سواء اون مات فی الحل ام عمل حرم حالا فرقی نمیکنه در حل مرده باشد یا در حرم یعنی چی؟ ما که گفتیم شرطش ورود به حرمه در حل مرده باشد هل یعنی خارج حرم یا در حرم ببینید نه مقصود اینه که آمده محرم بوده وارد حرم شده حالا آمده بیرون کاری داشته مثلا آمده تو مکه توافش انجام داده یا مثلا کارهایی که باید انجام میداد انجام داده حالا به جهتی آمده مجددا بیرون از حرم بیرون از حرم مرده بین حج و احرام بین حج و عمره مثلا از دنیا رفت عمره تمتع انجام داده آمده بیرون از حرم از دنیا رفته به هر حال ایشون وارد حرم شده بوده همین مجزیه محرمن ام محلا در حال احرام بمیره یا در حال احلال محله دیگه احرام به گردنش نیست مثلا مثل کسی که بین دوتا احرام از دنیا بره که مثالش رو زدم عمره تمتع انجام داده محل میشه دیگه دیگه احرام لازم نیست داشته باشه چون محرم نیست محله کم ما مات بین الاحرامین فی احرام الحج عمل العمره فرقی نمیکنه در احرام حج باشه یا عمر احرام عمره در بعضی انواع حج اول حج بعد عمره در بعضی انواعش که برای افراد نائی یعنی دور مانند ما اول عمره تمتع هست بعد حج اول اعمال عمره برگزار میشه فرقی نمیکنه به هر حال بین دوتا احرام از دنیا بره این شخص حجش مجزی کافیه ولا یک فی مجرد الاحرام على الاقوا اما صرف احرام پوشیدن کفایت نمیکنه محرم شده اما داخل حرم نشده باید هر دو تاش باشه وحیس و حیث اجزاء لا یجب الاستنابه فی اکمالهی و اون جایی که گفتیم مجزی از حج هست کفایت میکنه نیازی نیست دیگه کسی نائب بگیریم براش که اعمالش رو کامل بکنه هیچ عملی انجام نداده فقط احرام پوشیده وارد حرم شده هنوز حتی اعمال حرم رو انجام نداده تواف و اینها انجام نداده م... کافیه نیاز نیست نائب بگیریم و قبلهو تجب و من المیقات قبلهو مقصود قبل از دخول در حرمه یعنی محرم شده اما وارد حرم نشده اگر توی همچین شرایطی از دنیا بره حکمش چیه؟ تجب من المیقات لازمه که از میقات براش انجام بدن انکان مستقرن اگر حج بگردن او مستقر شده باشه و الا سقطا اگر که حج بگردنش مستقر نشده ساقط میشه سوا اون طلب بسه املا مشغول اعمال مشغول کاری برای حج شده باشه یا نه خب ولو مات قبل از ذالک اما فرع دیگر بحث که اگر قبل از اینکه احرام بپوشد اینجا مثلا از دنیا بره ولو مات قبل از ذالک و کان الحج قد استقر فی ذمته حج هم به گردن او لازم شده مستقر شده یعنی چی حج به گردنش مستقر شده بن اجتمعت له شرایط الوجوب شرایط وجوب همه برای او جمع شده است و مضا علیه مدتون ممکن فیها استیفا و جمعی افعال الحج فلم یفعل زمانی بر او گذشته است که می توانسته تمام افعال حج رو در اون انجام بده و انجام نداده اینو میگن حج مستقر که به هر نحو ممکنی شخص باید حج رو انجام میداده اگر در چنین شرایطی از دنیا رفت قضی عنه الحج حج از طرف او قضا می شود من بلدهی فی ظاهر روایت خب از کجا این حج قضا می شود از او از شهرش یا از میقات ایشون شهید اول فرمودن که فی ظاهر روایت از شهر خودش بنابر اون چی که ظاهر روایت شهید ثانی میفرمان به این که عبارت شهید اول مهم اینه که یه روایت ما اینجا داریم و ظاهر اون روایت اینه در حالی که ما اینجا چهار تا روایت داریم البته میشه کلام ایشون رو توجیه کرد که بگیم مقصود ایشون از روایت به جای اینکه بگه ظاهر روایات گفته ظاهر روایت جنس روایته یعنی روایت اینطور بیان فرموده نه اینکه یک روایت چند تا روایت میتونه باشه الاولا ان یراد بها الجنس بهتر اینه که بگیم مقصود جنس روایته در واقع این تصحیح کلام شهید هستش لان ذالک ظاهر و عرب، ظاهر و اربع روایات چون این مطلب که حج بلدی لازم هست ظاهر چهار روایته فل کافی که در کافی آمده از هر و حادلالتا روایت احمد ابن ابی نصر روایت احمد ابن عبی نصر بزنطی هست ان محمد ابن عبدالله ال سعلت حسن الرضا علیه السلام که این روایت ما بیان کردیم و خوندیم مردی از دنیا میرود وسیت میکنه به حج این حج از کجا برای او برگزار میشه انجام میشه حضرت فرمودند به اندازه اموال او اگر به اندازه این اموال زیاد هست که از منزلش باشه پس از منزلش از شهرش اما اگر که لم یسعه و ماله من منزله کفایت نمیکنه از منزل او فمن الکوفه از کوفه که یه مقداری مثلا از خانه او به مکه نزدیکتره فا این لم یسعه من الکوفه فمن المدینه از کوفه ممکن نیست از مدینه خب چرا شهید اول فرمودن ظاهر روایت چرا نفرمودن که از روایت استفاده میشه بلکه فرموده از ظاهر روایت استفاده میشه دلیلش اینه که امکان داره این مال که در این روایت آمده علا قدر مالهی مقصود مطلق اموالش نیست اگر مقصود مطلق اموالش بود یعنی معناش این بود که قبل از اینکه ما بیایم تقسیم کنیم اموالش رو اینها باید به اندازه حج بلدی از اصل اموالش برداریم کنار بگذاریم و این وقت دلالت داشت برای اینکه حج بلدی لازمه اما امکان این وجود داره که مقصود از مال اون ام اون مقدار مالی هست که خود شخص موسی کنار گذاشته اون اموالی که خودش معین کرده برای حج و اون اگر باشه دیگه حکم مسئله متفاوت میشه دلالت نداره روایت بر اون چی که ما میخوایم چون این میشه اون مورد خاص یه اموالی رو معین کرده خب یه مقدارش که تا حج میقاتی هست که اون لازم شکی شک درش نیست از اصل امواله زیادتر از اون هم میگیم بر فرض وصیت به سلس کرده بوده یا اینکه وصیت هم نکرده باشه تا سلس اموالش میشه از اصل مال برداشت کرد پس بنابر این دلالت بر مسئله نخواهد داشت و عنما جعله ظاهر الروایه قرار داد اون رو ظاهر روایت ل امکان ان یراد به مالهی ما عینه اجرت للحج امکان داره مقصود از اون مال اون مقدار مالی باشه که معین کرده برای اجرت حج به وسیله وسیعت, وسیعت کرده که این مبلغ رو بذارید برای حج و یتعین الوفاء به در اینجا که مسلمه باید وفا کنن به وصیت او مع ما خروج مازاد عن اجرت میقات من المیقات من السلس اجماعا خب اگر که مبلغ این زیاد باشه خب از سلسش برمیدارن بیش از مقدار میقات رو از سلسش برمیدارن اشکالی که نداره وصیت های شخص تا سلس نافذه تا مقدار سلس نافذه اصل حج میقاتی رو از اصل اموال برمیدارن ما بقیش رو از سلس برمیدارن در هر صورت وقتی که معین کرد حج بلدی یا اموالی رو گذاشت برای این کار همون عمل میشه و اگر اینطور شد دیگه ربطی به مانحنفیه نداره فانه فا یتعین الوفاء به باید وفا کنند به اون چه که او وصیت کرده و اون اموال رو اختصاص داده به حج مع خروج ما زاده عن اجرت من المیقات البته اگر بیش از مقدار میقات پول نیاز هست اونو از سلس برمیدارن من از سلس اجماعا این که مسئله اجماعی هست و شکی درش نیست و این نمال خلاف فی مالو اطلق الوصیه اما بحث ما در اونجایی هست که مطلق وصیت کرده است او علم علیه حجت الاسلام ولم یوسبه ها یا میدونیم حج حجت الاسلام بگردنشه و وصیت خاصی نکرده مقدار خاصی اموال برای این موضوع کنار نگذاشته خب حالا حکم مسئله چگونه است از نگاه شهید ثانی شون میفرماد به اینکه الاقوا والاقوا القضاء عنه من المیقات بهتر اینه که بگیم قضاء این حج از میقات هست نه از بلد چرا لعصالت البراعت من از زائد. چون ما شک داریم در این که بیش از حج میقاتی بر او چیز دیگه ای لازم باشه یعنی از بلد لازم باشه که حج انجام بشه ولی ان الواجب الحج عنه این دلیل عقلی مسئله هست خیلی قابل دقت لان الواجب الحج عن اون چی که واجب هست اینه که ما حج بیاریم براش و طریق لا دخل لها فی حقیقته و این مسیر هیچ ربطی مثلا از بلد تا میقات هیچ ربطی به حج نداره و وجوب و سلوک ها من باب المقدمه این در واقع یه نوع سؤاله یه نوع انقلت هست که اگر کسی بگه خب از باب مقدمه واجبه از باب مقدمه سیر این مسیر از بلد تا میقات خب لازم مقدمه هست پس این واجبه از باب مقدمه واجب ایشون جواب میده میگه که مقدمه واجب دو گونه است گاهی مقصود به ذات گاهی مقصود نیست اگر مقصود نباشه اینجا لزومی نداره و وجوب و سلوک این طریق طی کردن این طریق من باب المقدمه و توقفهی توقف این سلوک علا معونه و این مسیر هم کسی میخواد بره معونه داره فیجب قضا اوها انهو پس لازمه که قضا بشود این طریق از او پس بنابراین وقتی هم از دنیا رفته باید این مسیر از به نیابت از او قضا بشود یندف این انقولد جواب داده میشود مقدمت الواجب اذا لم تكن به ذات لا تجب اگر این مقدمه واجب مقصوده به ذات نباشد این واجب نیست و هو هنا کذالک در ما نحنفی این گونه است یعنی اینکه شارع از ما حج میخواد حج از میقات شروع میشه بیشتر از اون دیگه مراد شارع نیست شواهد و نمونه هایی برای این مطلبشون ارائه می که انشالله در جلسه بعد خدمت شما توضیح میدم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته <applause>